در حالی که داشتم میدویدم شماره یه پلیس رو گرفتم. نمیدونستم دارم کجا میرم، ولی قبل اینکه با پلیس تماس بگیرم یه سن این چند وقت خیلی درخواستا زیاد بود برای واقعنی ترسناک و دوباره قربونی کیفیت صدای میکروفونم برم که درست شد بالاخره تنظیماتش. داشتم میگفتم آره این چند وقت خیلی درخواست واقعنی ترسناک زیاد بود و امروز هم یه واقعنی ترسناک دیگه داریم با دوبله امیر حسین از کانال ام جی وی انیمیشن که امیدوارم خوشتون بیاد. داستان امشب هم راجع به این جیگر طلایی هستن که تو کابارن و این میرقصن رقص میله فکر کنم از اینا نمیدونم، یعنی چیزی که من رو تامنیل و ایناش دیدم راجع به این طور چیزاست و قراره ببینیم چه اتفاقات ترسناکی براشون افتاده. و اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما اسپارتانای ویدیو رو لایک کنین و بریم شروع کنیم. هوترز، هوترز یعنی چی؟ واقعا عجیبه که تونستم بعد از اون حادثه یه وحشتناک زنده بمونم. چی شده؟ من یه وکیلم و با اعتبار خوبی که کسب کردم اخیراً شرکت حقوقی خودم رو باز کردم. ولی 4 سال پیش زندگی آسونی نداشتم. من توی خانواده مستمند به دنیا آمدم. مامانم برای بزرگ کردن 3 تا بچه‌هاش مجبور بود 2 جا کار کنه. بابامم به مواد مخدر اعتیاد داشت. اون به جرم قتل رئیسش افتاد زندان و حبس ابد خورد. خواهر بزرگترم شلی راه فرض کنین کلی زحمت بکشین، کلی کارکاسبی راه بندازین و یک شرکت بزرگ راه بندازین، بعد اون وقت کارمندتون بیاد بکشتتون. زندان و حبس ابد خورد. خواهر بزرگترم شلی راه بابام رو ادامه داد و تو سن 14 سالگی از خونه فرار کرد و با دوست پسر احمقش رفت. ما دیگه هیچ خبری ازش نشنیدیم، در حالی که من و خواهر کوچیکترم جودی آدمای نرمالی بودیم و قدر زندگیمونو میدونستیم. آفرین. من بعد از دبیرستان دانشگاه با بورسیه کامل به اتمام رسوندم. خدا رو شکر دانشجوی خوبی بودم. جودی هم توی مدرسه ابتدایی به عنوان معلم کار میکنه و مامانمونم که هیچ وقت زندگی آرومی نداشت با دیدن موفقیت 2 تا بچه‌هاش به مرگ آرومی رسید. من و جودی موقع تعطیلات هم دیگر رو میبینیم، ولی با خوبه که واقعا به این من همیشه فکر میکنم که دوست دارم مامانم یا شما هم که خانواده دارین عزیزی دارین قبل مرگش یه سری چیزا رو ببینه، یه سری لذت ها رو ببره، با درد از این دنیا نره، حداقل یه دلخوشی چیزی تو این دنیا داشته باشه. و من همیشه دوست دارم، یعنی تو هدفم این بوده که تا وقتی که مامانم هست خوشحال نگهش دارم، یعنی کارهایی بکنم که دوست داشته من بهش برسم. و چون خیلی سختی کشیده، هیچ کسی تو زندگیش سختی نکشیده نیست، ولی ما هم خیلی سختی کشیدیم و دوست دارم چون که مامانم یه سر سختی ها به خاطر من کشیده، منم براش جبران کنم و عشق کنه. اینه چه پسر گوگل بلایی داره. آره میشینه واقعنی ریاکت میکنه و واقعنی ریاکت کردن موفقیت رسیده. تازه شاید یک واقعنی رو با مامانم برم. تو کامنت ها بنویسین به نظرتون دوست دارین مامانم هم سم میکنیم. تو کامنت حتما بنویسین ببینم چقدر لایک میخوره. در زمان بین ما هم فاصله افتاد. وکیل بودن وقت خیلی زیادی از آدم میگیره. منو بر این وقتی اولین کارم رو توی شرکت حقوقی معتبر شروع کردم فقط به کار اهمیت میدادم. اون حادثه همون موقع ها اتفاق افتاد. یه شب شنبه بود و من اولین پرونده زندگیمو برنده شده بودم که برام مسئله خیلی مهمی بود. مافوقای من به خاطر تلاشای ستودنیم به هم تبریک گفتن و بالاخره بعد از مدت ها میخواستم واسه خودم جشن بگیرم. از اداره خارج شدم و یه تاکسی گرفتم. موقعی که داشتم از کنار کاباره ها رد میشدم فهمیدم که حوصله سر و صدای موسیقی و آدمای مست ندارم. بنابراین تو گوگل دنبال میخونه های کوچیک اطرافم گشتم. داشتم گزینه ها رو نگاه می کردم که بینشون یکی از شعبه های رستوران هوترز رو دیدم که خارج شهر بود. اسم رستوران. از راننده تاکسی خواستم منو ببره اونجا. ما از شهر خارج شدیم و رفتیم تو جاده. بعد از چند دقیقه راننده منو به مقصد رسوند. اون رستوران توی حومه شهر قرار گرفته بود و انتظار داشتم اونجا پر از ماشین و موتور باشه، ولی با تعجب دیدم خبری ازشون نبود.
لامپا روشن بود و روی در ورودی یه تابلو بود که روش نوشته شده بود باز است. پس مطمئن بودم که بازه. دو دل بودم ولی با این حال وارد رستوران شدم. اگه اون موقع شک و تردیدم و جدی میگرفتم، الان زندگیم خیلی متفاوت تر بود. اینا کار کنن؟ واسه همینه که میگن به غریزت اعتماد کن. وقتی وارد رستوران شدم حتی بیشتر غافلگیر شدم. اونجا خیلی شلوغ بود. مردا داشتن آبجا میخوردن، میخندیدن و با کارمندای خوشگل هوترز لاس میزدن. کاملا مشخص بود که همه ی مردا اونجا مست بودن. یه مرد چاق گنده با دوتا از دخترای کارمند هوترز سر یه میز نشسته بود. من تو اون شب به شعبه های مختلف هوترز رفته بودم، ولی اون شعبه خیلی عجیب بود. کنار بار نشستم و یه آبجو و چند تا بال مرغ واسه خودم سفارش دادم. سه تا صندلی اونورتر از من یه مرد مست استخونی نشسته بود و با چهره یه گیجش به آبجوش زل زده بود. اون داشت به حبابای داخل لیوانش نگاه میکرد و لبخند میزد. داشتم از دور اون مرد مست رو تماشا میکردم که یهو یه صدای جذاب بهم گفت سلام خوشتیپ. من برگشتم و دیدم یکی از کارمنده یه بلوند رستوران آبجو و بال مرغامو توی سینی آورده بود. یونیفرم مخصوص هوترز طوری بود که تمام برجستگی های بدنش رو معلوم کرده بود. من هیچ وقت اهل لاس زدن نبودم، ولی طوری که اون داشت بهم نگاه میکرد نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی فهمید زیادی طولش دادم گفت موش زبونه تو خورده؟ آره، یعنی نه. ببخشید سلام. یه سوال، مگه این حوصله آدم مست و اینا رو نداشت چرا رفتم چین جایی؟ خب ببینم اسمت چیه. من جیکم، تو چی؟ ها؟ من ناتالیم. امشب من هوا تو دارم. اگه چیزی خواستی به هم بگو. من همون گوشه وایسادم. مرسی. اون سفارشم رو گذاشت رو میز و قبل از اینکه بره لبخند عجیب غریبی زد. این ماجرا خیلی برام غیر منتظره بود. آخه مردم معمولاً با گارسونای رستوران هوترز یا میخونه های مختلف لاس میزنن، ولی این دختره بیش از حد لاس میزد. خیلی تعجب کردم از منی که مثل روان یا بهش زل زده بودم نترسید. دیگه خیلی گشنم بود و روی غذام تمرکز کردم. بال مرغا عالی بودن و آبجو هم خیلی قوی بود. من زیاد اهل نوشیدنی های الکلی نیستم، ولی هر کسی بود میفهمید که اون آبجو با آبجوهای معمولی فرق داشت. واشارو خدا. به طور اتفاقی حرفای اون مرد مستی که اون ورتر نشسته بود و با یکی از گارسونا شنیدم. این چند وقته داستانای مستی خیلی زیاد شده، همش مست میکنن به فاک میرن یه جوری. یعنی واقعا ترسناکم یادمه مست بود، پشت فرمون بود، مرد یه جوری، هر کسی یه جوری رفت تو کما و یالا هر اتفاقی براش افتاده. نکنه فکر کنم دیگه باید برم خونه، من مستم، همسرم خیلی عصبانی میشه. ولی مگه اینجا بهت خوش نمیگذره؟ از دستت میره ها؟ اوه اینا چقدر چرا؟ خوش بازارگرمی میکنن. ولی آخه من دو روزه که اینجا هم. دو روزه چیکار میکنم؟ خیلی بامزه ای. تو فقط چند ساعته که اینجایی؟ شما واقعا مستی آقا. مطمئنی؟ آره مطمئنم. زود باش دنبالم بیا، یه چیز مخصوص فساد دارم. گذشتش رو بخاری. مثل حیوان خونگی دختر رفت دنبالش. گرم شده. چیزی که نگرانم کردیم بود که یارو گفت دو روز اینجاست. یعنی داشت راستشو میگفت. ولی آخه مگه میشه؟ البته اون واقعا مستر از اونی بود که بفهمه چی داره میگه. به هر حال دیگه بهش فکر نکردم و تصمیم گرفتم یه آبجوی دیگه بگیرم. نگیر بابا. من تنها زندگی میکنم، پس عجله ای نداشتم که برم خونه. داشتم دنبال ناتالی میگشتم که اتفاق خیلی عجیبی افتاد. اون مرد چاقی که با دوتا از گارسونای رستوران سر میزش نشسته بود از جاش بلند شد و به سختی روی پاش وایساد. ناتالی رفت پیشش. اون مرد چاق وقتی ناتالی رو دید دهنش آب افتاد و با حالت غیر عادی و عجیبی زد زیر خنده. همه یه مردای داخل رستوران یا قش کرده بودن یا انقدر مست بودن که خوابشون برده بود. پس هیچ کس به اون یارو توجهی نکرد. من تنها مرد هوشیار اونجا بودم. ناتالی جلوی اون مرد وایساد و با انگشته جادویش گونش رو لمس کرد و گفت از من خوشت میاد؟ آره خیلی. ناتالی خیلی بومیدی ناتالی. پس حاضری برام هر کاری بکنی؟
اون مرد با چشمای هیپنوتیزم شده به ناتالی نگاه کرد و گفت معلومه اون رستوران، اون دخترا، اون مردا اصلا عادی نبودن. اونجا همه چیز داغون بود. دیگه کم کم میخواستم برم که یه چیز غیر منتظر اتفاق افتاد. ناتالی یه شیطیز از تو سطل یخی که روی میز بود برداشت و لبخند عجیبی زد تو گردش. بعدش اون شیطیز رو جلوی اون مرد گرفت و گفت با این دست تو زخمی کن. What the hell؟ چرا؟ اگه این کارو کنی ماچت میکنم. دلت نمیخواد ماچت کنم؟ چرا؟ میخوام. پس انجامش بده حالا. مرد اون شیطیزو ازش گرفت و شروع کرد محکم به دست چپش ضربه زدن. در حالی که اون داشت از درد فریاد میکشید، همه ی گارسونای هوترز مثل جادوگرای فیلم ها زدن زیر خنده. وقتی همشون داشتن با همدیگه میخندیدن، مو به تنم سیخ شد. انقدر ترسیده بودم که ضربان قلبم تندتر میزد. با خودم گفتم اینجا دیگه کجاست؟ این دخترا کیان؟ کم کم متوجه شدم که همه ی مردایی که اونجا بودن سرخوشن. یه چیزی توی اون آبجو بود که هوش از سر یارو انداخته بود، به قدری که باورش شده بود داره بهش خوش میگذره. اون مرد چاق داشت به طرز وحشتناکی خون ریزی میکرد، اما هیچ کسی سعی نکرد کمکش کنه. از فرصت استفاده کردم و دویدم سمت در خروجی، ولی دیدم قفل. فکر کردی داری کجا میری خوشتی؟ برگشتم و دیدم ناتالی پشت سرم وایساده. دیگه صورتش زیبا نبود، مثل حیوانای درنده و وحشی شده بود. خواهش میکنم بذار من برم. ولی چرا الان میخوای بری؟ مهمونی تازه شروع شده. من دستشویی دارم، برم بیرون یه دستشویی بکنم یا تازه قراره خوش بگذرینی. دیدم یه کلید فرسوده بزرگ به کمرش بسته شده. یه لحظه هم صبر نکردم و محکم زدم توی صورتش و یکی از دندوناش افتاد. اون مثل یه کفتار جیغ کشید و افتاد روی زمین. من کلیدو ازش قاپیدم و از تنها فرصت کلیدو برم داشتم اونجا میکرد. ببخشید اصلا هیچ جا نمیکرد، میکردی تو قفل و در رو وا میکردی. خیلی با نمک بود. تم استفاده کردم و در رو باز کردم. میتونستم صدای بقیه دخترهای رستوران رو بشنوم که داشتن جیغ میکشیدن و مثل یه گله گرگ گرسنه میدویدن سمتم، ولی من برای نجات جونم فرار کردم. انقدر دویدم تا اینکه دیگه صدای جیغ و فریاداشون رو نشنیدم. نمیدونم اون شب چطوری خودم رو رسوندم خونه، ولی یادم $100 به یه راننده کامیون دادم تا تو جاده سوارم کنه. احتمالاً خیلی تعجب کرده بود. روحشم خبر نداشت که چه کمک بزرگی بهم کرده. میخواستم پلیسا خبر کنم تا باهاشون برم توی اون رستوران ترسناک، ولی میترسیدم اگه دوباره برم اونجا دیگه زنده بر نگردم. چهار تا دختر بودن دیگه، یه مشتی هم زده تو دهنشون. من که جات بودم خودم رو میزدم به مهسی و یه سری کارا رو پیش میبردم، بعدم گفتم من دیگه باید برم. اون موقع مشتی رو میزدم تو دهنش. ترس واقعیه، میتونم تضمین کنم. شما از چه چیزایی میترسین تو زندگیتون؟ تو کامنت ها بنویسین، میخوام نقطه ضعفای اسپارتانا رو بدونم چیه. تو ویدئوی بعدی میخوام رفعشون کنم و کاری کنم که دیگه از اونا نترسین. بعد از چند تا کار داغون با حقوق کم به جایی رسیده بودم که چیزی نمونده بود کارتون خواب بشم. میخواستم زنگ بزنم بابامو ازش کمی پول بخوام که هم اتاقیم کتی بهم گفت میدونستی یکی از رستوران یه هوترز داره دختره یه جدید استخدام میکنه؟ میتونی بری اونجا، ولی گفته باشم بعضی وقت ممکنه با مرده یه هیز عوضی برخورد کنی. به عنوان یه زن همچین اتفاقی برام عادیه. مطمئنی؟ آره، این خبر رو دیروز از یکی از کارمنده یه هوترز شنیدم. ببخشید یه لحظه گوشیم زنگ خورد، ببینم ویدیو قطع نشده باشه. همش به من زنگ میزنه. به نظرم تو باید شانستو امتحان کنی. شنیدم حقوقش هم خیلی خوبه. به پیشنهادش گوش کردم و روز بعد رفتم به اون شعبه یه رستوران هوترز. اونجا یه منطقه خلوت کنار جنگل بود که حتی تو روشنای روزم مثل ناکجا آباد بود. هوترز چه ربطی به جغد داره؟ عکس جغد کشیده. جغد مگه بوف نمیشد؟
بوفرز مثلا من میگفت هوترز یعنی چی. من رفتم داخل و دیدم دوتا مرد دارن اونجا رو نظافت میکنن و یه مرد حدوداً 60 ساله هم داشت خیلی جدی به اونا نگاه میکرد. وقتی دید من رفتم تو سر تا پامو برانداز کرد. بفرمایید. اسم من اولیویاست. شنیدم دنبال چند تا کارمند میگردید. گرسون هوترز. جانم؟ گرسون های هوترز فرق دارن. خونت کجاست؟ دوتا چار راه اون ورتر. پس میتونی با رایلی بری خونه. چی؟ با چی؟ اینجا چند تا قانون داریم. یک، همیشه سر شیفتت یونیفرمت تنت باشه. دو، یه کاری کن مشتری راحت باشن. و سه، هیچ وقت بعد کار تنهایی نرو خونه. میتونی از فردا شروع کنی. خیلی ممنونم، به این کار نیاز داشتم. برو از رو قفسه یه دست یونیفرم واسه خودت بردار و دیر نیا. صاحب اونجا آدم رک و تو مخی بود، بنابراین بدون معطلی یونیفرمم رو برداشتم و رفتم. میدونستم که تنها دلیلی که منو انتخاب کرد خصوصیت ظاهریم بود و خب اصلا با این قضیه راحت نبودم، ولی مگه چاره دیگه ایم داشتم؟ روز بعد با یونیفرم رفتم به رستوران هوترز. سه تا دختر دیگه هم داخل رستوران وایساده و آماده ی پذیرایی از مشتری بودن. رفتم پیششون و خودم رو معرفی کردم. اونا با هم مهربون بودن، به هم یاد دادن که چجوری محترمانه با آدمای هیز و عوضی برخورد کنم. ازشون پرسیدم که رایلی کجاست و اونا گفتن امروز رفته مرخصی. به محض اینکه رستوران باز شد، انواع و اقسام آدم ها اومدن داخل. رستوران پر شد از آدم ها. ما شروع کردیم نوشیدنی و غذاهاشون رو با یه لبخند زیبا ببریم سر میزاشون. با اینکه اکثر مشتری ها مؤدبانه رفتار میکردن، ولی خب یه سری آدم هیزم اونجا بود. مثلا یه یارو داشت مدام با هممون لاس میزد. هر وقت یکیمون میرفت سر میزش، یارو از بدنش تعریف میکرد و همش میگفت این رستوران خود بهشته. همکارم سامانتا دختر باهوشی بود. اون به جای اینکه با اون یارو بحث کنه، یه عالم نوشیدنی بهش داد تا مستش کنه و چند دقیقه دهنشو ببنده. چون روز اولم بود استرس داشتم، ولی این فکر کنم داستان قبلی سر همین بوده که اینا خیلی زر میزدن، اینا هم بهشون فشار اومده و اینا رو سعی کردن مست کنن تا دهنشون رو سرویس کنن. چجوری ربط دادم بهشون به هم، ولی فکر کنم یه همچین اتفاقی افتاده بوده که اونا رد دادن تفلکیو. همیشه از یک جانب نگاه نکنین، شاید هم حق با اون دخترها بوده، یعنی سختی کشیدن و خواستن جبران کنن، ولی البته دلیل نمیشه که اینجوری بخوان جبران کنن. کردم خودم رو آروم نشون بدم. 3 ساعت بدون هیچ مشکلی گذشت. مشتری ها مثل موج دریا می اومدن و می رفتن. انتظار داشتم اون روز تا آخرش همینطوری پیش بره. روز تا اینکه از پشت سرم صدای راه رفتن یه جفت پوتین رو شنیدم. نمی خواستم برگردم و ببینمش، اما دختری که سر میزش بودم داشت با تعجب به پشت سرم نگاه می کرد. پس نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. برگشتم و دیدم یه مرد با لباس فردی کروگر سر یه میز نشسته. اون روز نه هالووین بود، نه مناسبت خاصی بود که کسی بخواد لباس مبدل بپوشه. این بازیگر یه فیلم ترسیده که فکر کنم خیلی ناخونای بلندی داشت. از این بازیگرای فیلم عرص یه چیزی یادم نمیاد دقیق، یا The 13 Night یادم نمیاد، این قاتل سریالی ها اینه، این فکر کنم از همونه، فقط نمیدونم جریانش چی بوده. اوکی. بنابراین لباسش خیلی سریع توجه همه رو جلب کرد. گریمش انقدر طبیعی بود که حتی جاهای سوختگی صورت داغونش هم واقعی به نظر می آمدن. واقعی بودن. به محض این که منو دید، یه لبخند نفرت انگیز روی لبش نشست و با ناخونای فلزی درازش برام دست تکون داد. این رفتارش منو ترسوند. پس بهش پشت کردم و رفتم تا سفارش یه میز دیگر رو بگیرم. می تونستم حس کنم که تک تک حرکاتم رو زیر نظر داشت. سامانتا اومد پیشم و گفت اون اسکولا رو دیدی؟ فکر کنم بد جوری عاشق فیلم ترس نکه. تو از اون نمی ترسی؟ بی خیال، اینقدر فکر نکن، داری عالی پیش میری، نذار هیچ چیزی کارتو خراب کنه. در ضمن یکی دو ساعت دیگه میری خونه. یکی دو ساعت دیگه میری خونه؟ اصلا انگار داره سروایو میکنه. این چی جور کاریه؟ داره دهنش سرویس میشه. آره، ولی تا اون موقع این یارو میخواد بشینه همونجا و منو نگاه کنه.
سامانتا منو خاطر جمع کرد که چیزی برای نگرانی نیست، ولی من هر بار که به یارو نگاه میکردم به خودم میلرزیدم. تنها خونه نری. نزدیکای نیمه شب بوده، دیگه داشتیم آماده میشدیم رستورانو ببندیم که یهو یه صدای ترسناک از پشت سرم شنیدم. میتونم شمارتو بگیرم؟ با وحشت برگشتم و دیدم اون یارو که لباس فردی کروگر پوشیده بود حالا پشت سرم وایساده و لبخند بزرگتری زده بود. اصلا نمیخواستم بهش علاقه‌ای نشون بدم، پس رو کراست گفتم رستوران تعطیل جناب، شب خوبی داشته باشید. این که جواب سوال من نبود. پس شاید بهتره دیگه سوال یه احمقانه نپرسی. تو از اونه که انتظار داشتم فراتری. میدونستی زندگی هممون فقط یه رویاست؟ من فکر میکنم تو انقدر مستی که نمیفهمی فردی کروگر واقعی نیستی. وقتشه بری خونه. یالا. به چی رسیده وقتی که به همچین قضیه پی ببرین که زندگی هممون یه رویاست، میتونین یکی از وحشتناکترین و بیرحمترین آدم ها بشی. این اصلا خوب نیست. رویا نیست، خیلی هم جدیه. میخواستم برم که دستشو گرفت سر راهم و تو چشام نگاه کرد. اون نگاه عذابناکش کل بدنم رو بیهست کرد. دیگه لبخندش محو شد و جاشو به یه خشم وحشتناک داد. بعد صورتشو به هم نزدیک کرد و با صدای خوفناکی گفت: این قضیه هنوز تموم نشده. یعنی چی مرگته؟ اون رفت بیرون. من نشستم روی صندلی، حسابی عرق کرده بودم. سامانتا یه لیوان آب به هم داد و گفت فوراً گزارش اون مرد رو به صاحب رستوران بدم تا نذاره دوباره بیاد اینجا. همه چیز رو جمع جور کردیم و رفتیم سمت خونه همون. سامانتا منو یه چهار راه اونورتر پیاده کرد و رفت خونه. اون خونش توی مسیر دیگه بود، پس من چاره ای نداشتم که تنهایی و پیاده برم خونه. بابا یک چهار راه بوده، میرسوندت دیگه. حدودا 10 دقیقه راه بود، ولی اون شب برام اندازه یه عمر طول کشید. خیابونا خلوت بود. یه سگ ولگارد از دور واق واق کرد و بعد توی بوته ها قایم شد. انقدر همه جا ساکت بود که دیگه با شنیدن صدای پای خودم میترسیدم. اونجا بود که چیزی دیدم که هنوزم هر شب کابوسشو میبینم. اون مرد با لباس فردی کروگر داشت با تمام سرعت میدوید سمتم. اون چنگل فلزی تیزشو مثل یه بیمار روانی برده بود بالا. من از ته حنجرم جیغ کشیدم و برای نجات جونم دویدم. این که تمام مسیر رستوران تا اینجا منو تعقیب کرده بود، یعنی میخواست به هر نحوی که شده منو بگیره. من کفش پاشن بلند پا بود و برای همینم نمیتونستم سرعتم رو ببرم بالا. یه جوری در بیار کفش. ولی خب وقتم نداشتم که کفشم رو در بیارم. میدونستم که اگه وایسم منو میگیره، و اگه منو میگرفت تیکه تیکم میکرد. در حالی که داشتم میدویدم شماره یه پلیس رو گرفتم. نمیدونستم دارم کجا میرم، ولی قبل اینکه با پلیس تماس بگیرم یه سنگ بزرگ خورد به مچ دستم. افتادم رو زمین و پام شکست. احساس کردم که استخون شکسته یه پام به طرز وخیمی از زیر پوستم معلوم شده بود. صحنه وحشتناکی بود که یکی از استخونای بدنم این شکلی زده بود بیرون. دردش طاقت فرسا بود. نسوشم یعنی ایشکی نیست؟ چرا داری این کارو میکنی؟ گفتم که زندگی فقط یه رویاست. بابا ولی تو به حرفم گوش نکردی. رویاست. ببین، تو شمارمو میخواستی مگه نه؟ باشه، شمارمو بهت میدم. الان یه چیز خوشمزه تر میخواد. میبینی؟ واسه همین سلیطه‌های لاغر مردنی مثل تو اینطوری باهاشون رفتار میشه. شما دخترای احمق بار اول به حرف گوش نمی کنید، اما تون فکر میکنید چون خوشگلید صاحب دنیایید و بقیه از نظر شما یه مش کثافت و گوهر. من این زخما را نمیخواستم، ولی فردی به هم یه دلیل دیگه برای زندگی داد. تو فقط مریضی. خواهش میکنم، لازم نیست این اتفاق بیافته. بذار کمکت کنم. من مریض نیستم. الانم تو رو شبیه خودم میکنم. نه.
وقتی اینو گفت دسته یه فلزیشو برد بالا و آماده بود که صورتمو خط خطی کنه که یه لگت زدم لگه پاشو اون از درد افتاد روی زمین. به محض اینکه افتاد اون سنگو برداشتم و زدم تو سرش، اینقدر محکم زدم که قش کرد. من زنگ زدم به پلیس و همونجا منتظر موندم تا مامورای پلیس از راه برسن. پلیس ها اومدن و اونو دستگیر کردن. بعدشم منو برای درمان به نزدیکترین بیمارستان رسوندن. من خون زیادی از دست دادم و مجبور شدم یه ماه تو بیمارستان بمونم. اون مرد الان توی زندانه و امیدوارم هیچ وقت آزاد نشه. اگرم به این پی بردین که زندگی یه رویاست، حداقل به دیگران آسیب نزنید. خودتون هر غلطی خواستین بکنید. خب بچه‌ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمتم. لایک و نظراتتون حتما فراموش نشه. تو کامنت ها بنویسین برای من که از چه چیزی میترسین شما، تا نقطه ضعفتون رو بدونم و بعدش باش بترسونمتون. و تا قسمت بعدی، خدا نگهدار شما.